سلام، خیلی خوش اومدین به اپیزود این هفته. داستان از این قراره که اگر شما کسی هستین که الان درگیر مسئله افسردگیه یا مسیر زندگیتون جوری داره پیش میره که فکر میکنین به زودی قرار درگیر مسئله افسردگی بشین، به نظر من اپیزود این هفته خیلی میتونه کمک کننده و شنیدنی باشه برات. چون اکثر آدما به نظر من توی بازه زندگیشون حداقل یک بار افسردگی رو تجربه میکنن و باهاش درگیر میشن و تعداد خیلی کمی از آدما میتونن اینو پشت سر بذارن، از این مرحله عبور بکنن و خیلی از آدما توی این مرحله استاپ میکنن، میمونن و افسردگی رو ماها و سالهاست که دارن زندگیش میکنن. حالا چرا اینو میگم؟ ببین، پادکست اخبار منفی و ناامید کننده هر روز، چه بخوایم چه نخوایم، از گوشه کنارای خیابون، سوشال میدیا، کافه یا هر جایی به گوش ما میرسه و نتیجهش میتونه ایجاد افسردگی توی ما باشه. یعنی همه اینا روی همدیگه انباشته بشه. و توی اپیزود این هفته من سعی کردم از تجربه خودم بگم که من هم یک بازه‌ای درگیر افسردگی بودم و چه راههایی رفتم، چه مسیرهایی رفتم که خیلی بهم کمک کرده، راهگشا بوده و خیلی خوب بودن و اینجا نوشتم که حالا یادم نره. ولی یه چیزی که میخواستم قبلش بگم اینه که توی مسیر افسردگی ممکنه که ما حس بکنیم برای کارهایی که مثلا قبلا انجامشون میدادیم و قبلا جزء روتین زندگیمون بودن، الان دیگه اون انگیزه سابق، اون انرژی سابق رو نداریم و احتمالا از وقت گذروندن با خودمون بیشتر لذت میبریم تا مثلا معاشرت با آدما یا اصلا از خونه بیرون رفتن. حتی اگر که آدم خیلی 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 برونگرایی باشید مثل خود من، این قضیه طبیعی نرماله و دقیقا همین اتفاقا برای بیشتر آدما میفته. این که شروع کنیم، قدم اول و مهمترین قدم اینه که ما انقدر خودمونو ایگنور نکنیم، انقدر خودمونو نادیده نگیریم و هی نگیم که نه حالم خوبه، نه همه چیز عالیه، داری شلوغش میکنی. نه، قبول کنیم که آقا من حالم خوب نیست، من الان شرایطم خوب نیست، رضایت گذشته رو ندارم. اوکی، همین که اینو درک کنیم، خب ما 50% مسیر رو رفتیم، نصف راه رو رفتیم. خیلی از ماها مخصوصا کسایی که کمالگراهن اجازه نمیدن که خودشون به خودشون اعتراف کنن که آره حالم خوب نیست. یعنی این حق طبیعی انسانو که میتونیم گاهی حالمون خوب باشه، میتونه گاهی بد باشه، رو خودمون زیر سوال میبریم. من همیشه میگم احساسات انسان به نظر من مثل نمودار سینوس کوسینوسه، بالا پایین خیلی داره و ما اجازه اعتراف به خودمون بدیم، یعنی دیگه باید خودمون حداقل با خودمون صادق باشیم و درک کنیم که آره الان شرایطی که من حالم خوب نیست. قدم دوم اینه که حالا که متوجه شدیم حالمون خوب نیست، اجازه بدیم این حال بدمون، این احساساتمون بروز پیدا بکنه. یعنی اون فکرها و اون چیزهایی که توی ذهنمون داره ما رو اذیت میکنه از ذهنمون بیاد بیرون. من میگم اگر که فکر میکنی احتیاج به گریه داری، خوب گریه کن. من اگه میخواستم یه کتاب بنویسم اسمشو شاید میذاشتم خوب گریه کن، چون خیلی کمک میکنه گریه. خب خیلی کمک میکنه به دور کردن و بیرون ریختن یه سری چیزایی که داره از درون ما رو اذیت میکنه. پس اگر احتیاج به گریه داری، خوب گریه کن و بدون که گریه نشونه ضعف نیست، خیلی چیز طبیعیه، خیلی چیز منطقیه. من میگم اگر که یه قابلمه پر از آب جوش باشه، بعد ما در قابلمه رو بذاریم، فکر کنید که چی میشه؟ آب قابلمه سرازیر میشه. در نتیجه اگر که اجازه بروز به خودمون ندیم، این باعث میشه شرایط خیلی بدتر بشه. پس در قدم اول اینه که، قدم دوم البته اینه که اجازه بدیم احساساتمون بروز پیدا کنه. قدم سوم اینه که انقدر بی خود و بی جهت زیاد فکر نکنیم. چرا؟
فکر کردن به نظر من تیر آخر بر پیکر بیجان کسی که درگیر افسردگی شده، چون فکر و خیال زیاد یه چاه سیاه و تاریک و عمیقیه که ته نداره و باعث میشه که یه مشکلاتی تازه توی ذهن ما به وجود بیاد که اصلا تو دنیای واقعی این مشکلات وجود ندارن و مسببش تنها و تنها فکر و خیال زیاد کردنه. خب حالا چیکار کنیم که به اصطلاح اوورتینک نباشیم؟ خیلی ساده است راه حلش، مشغله خیلی 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 زیاد. حالا چطوری؟ ببین، از زمان بیداری تا زمان خواب باید یه برنامه خیلی فول تایم برای خودمون بچینیم و حتی یک روزنه خالی باقی نذاریم. حالا این برنامه اصلا قرار نیست که یه برنامه سنگین باشه، یه برنامه خیلی سخت و زیاد باشه. نه، هر کاری که شما فکر میکنی که بهش احتیاج داری و اینقدر سر سوزن قراره که حال شما رو بهتر کنه، قراره بهت کمک بکنه. میتونه کار باشه، میتونه درس باشه، میتونه کتاب خوندن باشه، میتونه فیلم دیدن باشه، کافه باشه، هر کاری که فکر میکنه به درد تو میخوره. قدم بعدی اینه که یه ساعت مشخص برای خوابیدنمون و یه ساعت مشخص برای بیداری صبحمون تعیین بکنیم. قرارم نیست که اول کار به خودمون سخت بگیریم، یعنی بگیم که نه من از فردا میخوام مثلا 5 صبح از خواب بیدار شم. اصلا ببین، اینجا ما اومدیم که خودمون به خودمون کمک کنیم. قرار نیست اینجا دیگه خودمون تازه خودمون رو اذیت کنیم. هر ساعتی که راحتین برای بیداری و برای خواب تعیینش بکنین، منتها باید بهش پایبند باشین. حالا هر ساعتی که خودتون تعیین کردین و سعی کنید که به مرور زمان برسید به اون ساعته، حالا هر ساعتی که تعیین کردین. اما اینم توی پرانتز بگم که هر چی اون صبحی که قراره از خواب بیدار شید زودتر باشه، یعنی هر چی زودتر از خواب بیدار شین، کلن صبح با انرژی تر و مفیدتری خواهید داشت. اوکی؟ کسایی که این کار رو کردن و کلن این قضیه رو وارد روتین زندگیشون کردن متوجه میشن که من دارم از چی صحبت میکنم. پس قرار نیست 5 صبح، این تو رو خدا این کار نکنید، چون من با خودم کردم، قرار نیست که 5 صبح یهو بگیم از فردا میخوام از خواب بیدارشن، چون سنگ بزرگ نشانه از نزدنه. در نتیجه یک ساعت مشخص، حالا میخواد 9 صبح باشه 10 صبح باشه اصلا مهم نیست، فقط یک ساعت مشخصی که میدونین 100% بهش پایبند میمونین و انجامش میدین. میرسیم به مورد آخر. مورد آخر اینه که باید برای خودتون یک روتین بسازید. خب روتین قرار نیست یه برنامه سفت و سخت باشه اصلا. روتین یعنی مجموعه کارایی که میتونه هر چند کوچیک و ساده باشه ولی ما هر روز و هر روز انجامش میدیم، هر روز بهش پایبندیم و یک چرخه‌ای که هر روز توی زندگی ما تکرار میشه. حالا چه کارهایی میتونه توی این روتین باشه؟ مثلا هر روز بگیم مثلا من 5 صفحه میخوام کتاب بخونم، هر روز مثلا میخوام 1/2 ساعت تو هوای آزاد قدم بزنم، هر روز میخوام روتین پوستیمو انجام بدم، یا هر کار دیگه ای، هر کاری که شما فکر میکنی به دردت میخوره، هر کاری که مخصوص شخص خودت. اما یه کاری که من حتما پیشنهادش میکنم، یعنی اگر که میتونی حتما و حتما و حتما و حتما و حتما این کار وارد روتین زندگیتون بکنید، و اون باشگاه رفتن. حالا چرا میگم باشگاه، چرا نمیگم تو خونه ورزش کردن؟ به خاطر اینکه ما نباید این ذهنیت رو داشته باشیم که فقط باشگاه میرم برای اینکه اندامم رو فرم بیاد. خب این ذهنیت به کنار درست، ولی یه ذهنیت دیگر هم باید بهش توجه کنیم، اونم اینه که محیط باشگاه یه محیطیه که پر از آدماییه که انگیزه و انرژی خیلی زیادی دارن که اگر نداشتن اونجا نبودن، و همراهی و معاشرت با آدمایی که انگیزه و انرژی خیلی زیادی دارن ناخودآگاه به ما هم انتقال داده پیدا میشه و برای همینه که وقتی از باشگاه میایم خونه ممکنه از لحاظ جسمی خسته باشیم، طبیعی هم هست چون کار فیزیکی سنگین انجام دادیم، ولی از لحاظ روحی انگار که مثلا بمب انرژیم،
خب برای همین من باشگاه رو خیلی تاکید میکنم، خیلی پیشنهاد میکنم که وارد روتین زندگیمون بکنیم، چون تاثیر باشگاه روی روحمون به مراتب خیلی خیلی بیشتر از تاثیر باشگاه روی جسم ماست. و اگر که میتونید اینو حتما وارد روتینتون بکنید. و یه چیزی که دلم میخواد در آخر حتما بگم اینه که ما اینجا اومدیم که خودمون به خودمون کمک بکنیم و نباید انتظار داشته باشیم که یک شبه حالمون بهتر شه، یک شبه شرایط عوض بشه، یک شبه ورق برگرده. نه، اون بهبود ما، بهبود حال ما، شرایط ما محصول یک پروسه است، محصول یک بازه است که ما توی اون بازه متوجه شدیم حالمون خوب نیست و یه سری کارهای، یه سری روتینا رو داریم انجام میدیم و اونا قطعا قرار جواب بدن. پس به نظرم عجول نباشیم و صبر کنیم، قطعا کارهای جدید، روتینای جدید، نتیجه های جدید هم به همراه خواهند داشت. تا زمانی که ما کارهای قدیمی رو انجام بدیم، تا زمانی که روتین قبلمون رو داشته باشیم، نتیجه های قدیمی رو هم میگیریم. پس باید یه سری کارهای جدید انجام بدیم، روتین جدید وارد زندگیمون بکنیم تا نتیجه های جدیدی رو هم بگیریم. نظر شخصی منه و چیزی که زندگیش کردم و به نظرم تا الان برای من خیلی جواب داده. خلاصه من سعی کردم هر چیزی که تو این زمینه میدونم و تجربه کرده بودم و بگم. امیدوارم که حالا خیلی چیزی رو مثلا پشت گوش ننداخته باشم و یادم نرفته باشه. همین دیگه. امیدوارم که اگر کسی درگیر این قضیه است، تمام تلاشش رو بکنه که از این قضیه سربلند بیرون بیاد. اگر این اپیزود رو دوست داشتید، خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو کلن بدونم و برام بنویسید. و اپیزود بعدی